سلام، وقتتان بخیر. به دومین گزارش شما خوش آمدین. ما به یک منطقه کابل آمدیم. میفهمین کجاست؟ خیرخانه، منطقه 315 و در سرک یا جاده ای که هستیم. این سرک به نام سرک روسا یاد میشه. اگر شما باید داشته باشین، سابقه بیشتر مردم از چوب و دستک استفاده میکردن به خاطر پوشاندن سقف خانه ها. اما با آمدن گادر و سیخ شما میفهمین که حال مردم کمتر در شهرها استفاده میکنن از چوب و دستک و ارسی و غیره. حتی ارسی هم میبینین، ارسی های پلاستیکی و مسئله ای جور شده یا فلزی و المونیومی جور شده، اونجا هم استفاده نمیکنن. حتی کاروبار نجارها کمتر شده نسبت به سابق. من به یکی از چوب فروشی های آمدم که هم اینجا چوب مستعمل است، هم چوب کاملا جدید فروخته میشه و یکی از مردای قدیم هم فروشنده امی چوب فروشی است. کاکا سلام، صبحت بخیر. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نامتان هم بگوین برام. صاحب حاجی سلطان مسعود. حاجی صاحب، چند سال شما چوب میفروشین؟ ما صاحب تقریبا 22 سال می چوب فروشی میکنیم. خیلی خوب چوب میشناسی که چوب چی است؟ خوب چوب، چوب عرر میباشه، از ولایت غزنین انتقال میافت، از ولسوالی جوغری. بهترین چوب اموس از گادر هم که بسیار محکم مستحکم می باشه. آفرین. شما در لابلای صحبت های ما تصویر چوبا را داشته باشین، کسایی که کار را بکنن اینجا. خب آی صاحب، گفتین بهترین چوب، چوب جاغوری است. بهترین چوب، چوب جاغوری است، از نگاه مستحکم بودن و محکم بودن. از گادر هم که قایم است، چوب عرر میگه بهترین چوب است. از نگاه مقاومت خود بسیار قایم می باشه، لیس می باشه، حتی دسته بیل که او را جور میکنن بس 4 سال و 5 سال خراب نمیشه. بله. نسبت به سابق خود چوب فروشی کمتر شده؟ نسبت به سابق چوب فروشی کمتر شده. مردم زیادتر از گادر استفاده میکنن، از سیخ استفاده میکنن. زیادتر مردم از گادر استفاده میکنن و چوب مصرفش کم شده. چوب مستعمل مردم خانه خود میتکنن، چوب مستعمل خود میفروشن، پس در جایش گادر نصب میکنن. حال چوبا را غیر از اینکه به خانه استفاده میشد سابق، حال که کمتر استفاده میشد دیگه، در کدام بخشا میتونیم استفاده کنیم از چوب؟ از چوب میتونیم ماسه گوگرد بسازیم، کسی یا اینجا فابریکات اگر باشه از چوب میتونیم گوگرد بسازیم. حتی لایتر برامداله؟ خب به حساب به پاکستان و چیزا از چوب میتونن به دیگه چیزا بسازن، از پاکستان به مملکت های دیگه. در افغانستان میتونیم از چوب به خانه چوکی و به اصطلاح الماری و چوب میز نانخوری و میز آشپزخانه و فرنیچر، میز آشپزخانه و فرنیچر میتونیم مازی استفاده خوشو خوب کنیم. بسیار خوب. بیشتر چوبایی که از فعلا پیش شما از کدام ولایت افغانستان است؟ بیشترین چوبایی که پیش شما است از ولایت بامیان است، ولایت غزنی است، از ولایت لوگر است. بله. کدام مردم در شهر، خب باورم نمیشه که مردم بخره چوب، اما بازم شما در داخل شهر هستین دیگه، تقریبا 315 مربوط شهر کابل است، به کدام بخش مردم میاین میبرن چوب از شما؟ چوب سه ولایت های زوردست میبره: ولایت میمنه، ولایت مزار، ولایت بدخشان، ولایت تخار، ولایت بغلان. از شما میان میخرن؟ میان میخرن، میبرن دیگه. در این مناطق های مرکزی هم مردم های فقیر ناتوان میتونن از چوب استفاده کنن. در ورق های که خانه جور میکنن، مردم هایی که مربوط چی شاروالی سیاگان جای به اصطلاح فقیر هستن و میتونن از چوب استفاده خوب کنن. گادر نمیتونن بخرن؟ نمیتونن. گادر قیمت است. گادر هم قیمت است، تختیش هم قیمت است. تختی چوب خور است، یک متر مکعب به چند صد دلار است، 400-450 دلار است یک متر مکعب تختی خور. و این ارسی های مستعمل را کاردن، اینا را کی میخره باز؟ همی ارسی های مستعمل هم مردم های فقیر ناتوان میخرن، مردم های فقیر بیچاره مسکین، مردم های که نمیتوانند که ارسی های پی وی سی استفاده کنن یا ارسی های بسرا چوب های نو استفاده کنن، اونو مردم ها میتونن از استفاده کنن. گفتی 22 سال میشه کار میکنین در این بخش؟ ما گرچه مکتب هم خواندیم، شرایط هم خواندیم، نسبتاً سر ما زخمی شده دیگه وظیفه انجام داده نتونستیم، به می کسب کار دیگه رو آوردیم. شرایط کابل خواندین آقای صاحب؟ کابل خواندیم صاحب. استاد بودین جایی؟ من استادم بودم بسیار وقت، رفیقای ما در پانتون کابل استاد است، رئیس عدلیه، رئیس حقوق در کابل، در پروان وظیفه اجرا میکنه. مال هم صنفای ما کلشان استاد است، کسایی که هم دورای ما بودک در پانتون نامشون رو بهتون نمیگیرم، در پانتون کابل استاد هستن، ما استاد شرایط هستن. مگرم تکل است ناجی صاحب عالم؟ انشالله خوب است، دلتانه نندازه. خوب، خدا میرمون است، خدا بزرگ. بسیار تشکر آیل صاحب. برای مردم ما، برای کشور ما چی آرزو دارین؟ برای مردم کشور خود یک صلح و آرامی، امنیت و گریان میگرم. آره چی حالت از افغانستان، چی بدبختی، جنگ، تباهی، بربادی، ملت تباه شد. خداوند پاک در افغانستان یک
صلح و آرامی و امنیت برادری و اخوت بر اساس اخوت برادری ما می خواهیم که اگر امنیت سرتاسری در تمام افغانستان باشد، کل ملت آرام شود، از این بعد بخشش نجات پیدا کنیم. آرزو و آرزوی ما فقط اینه می صلح و آرامی، دیگر آرزو نداریم. تشکر آقای صاحب. از شما تشکر. آقای صاحب امید احساساتی شدن، همگی صلح می خواهند، همگی در تلاشی هستند که چطور می توانند یک زندگی خوب، یک زندگی که آنچه کاموزینه های اسلام گفته برادری و برابری و اخوت بین همه مردم افغانستان باشه، تبعیض وجود نداشته باشه، سفید و سیاه نباشه. صلح می خواهی مردم افغانستان، حتی نان نمی خواهی مردم افغانستان، فقط صلح باشه. همه چیز را با اینمی کوچه های گردآلود کشور خود هیچ چیز را مقایسه نمی کنند، اما صلح باشه. ولو که هر رقم کشوری که داریم از هر نگاهی که عقب مانده مشکل نیست، فقط صلح باشه، مردم شب روز بتونن هر جایی که بخواین رفته بتونن، خانما، دخترا، کودکا همگی در یک فضای صلح زندگی بکنن. نه ای که از خانه برای در فکر زی باشه که چه وقت انتحار میشه، چه وقت انفجار میشه، چه وقت یک سارخ میاد، چه وقت کسی استادت میکنه که موبایل تبته، چه وقت کسی استادت میکنه که پول تبته، چه وقت کسی میایه موترت دزدی میکنه، چه وقت کسی میایه کودکت دزدی میکنه، میبره پول میخواه و غیره و غیره. مثل صدها مشکل دیگه است که در افغانستان امروزه حکم فرماست. خب به برکت همین کودکایی که در افغانستان از بالاخره از اینا خداوند یک سال سرتاسری در افغانستان تامین بکنه. گپا خیلی زیاد است، اما وقت برنامه ما خیلی کم است، وقت گزارش ما. میریم به طرف استودیوی صبح زندگی. آقای هماینی، آقای کاظم هماینی، رئیس محیط زیست کابل با ما هستند در استودیو، صحبت می داشته باشند. اما پیش از اون میریم بیننده یک ماده از قانون مدنی افغانستان می باشیم. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.